ویژگی باعث شده که نرم افزار مطلب برای اکثر رشته ها کاربرد داشته باشه، وجود جعبه ابزارهای مختلف جهت کاربردهای اختصاصی هستش. ویژگی بعدی امکان ویرایش تخصصی نتایج، صوابه و نمودارها هستش. همین ویژگی باعث شده که بسیاری از نرم افزارهای دیگه‌ای که در بازار وجود دارن و مهندسان یا رشته‌های دیگه از اون نرم افزار استفاده می‌کنن، نتایجشون رو بعد اینکه از اون نرم افزار به دست آوردن بیان لینک بدن به نرم افزار مطلب و از اونجا ویرایشی رو که می‌خوان روی این نتایج انجام بدن. ویژگی بعدی در نرم افزار مطلب این هستش که روش‌های شبیه‌سازی مختلف رو جهت تسریع در رسیدن به جواب برای سیستم‌های مختلف در نظر گرفته. به عنوان مثال اگه سیستم شما گسسته باشه، میتونید از یک روش مختص به سیستم‌های گسسته استفاده کنین، و یا اگه سیستم شما پیوسته باشه میتونید از یک روش استفاده کنین مختص برای اون سیستم، و باز بسته به معادلاتی که سیستم داره، بسته به اون حالت جوابهایی که شما میخواید بگیرید، میتونید از روش‌های مختلف در شبیه سازیتون برای حل معادلات استفاده کنید. ویژگی بعدی این هستش که نرم افزار مطلب توابع گرافیکی دو بعدی و سه بعدی رو در خودش داره که شما میتونید با استفاده از این توابع گرافیکی تجسم کاملی رو از اطلاعات و یا اون سیستمی که میخواید داشته باشید. باز ویژگی دیگه‌ای که بسیار بسیار مهم و جالب هستش مربوط به مطلب این هستش که اکثر کدهای مطلب متن باز هستن و شما میتونین تول باکس جدیدی رو بر روی اون نرم افزار ایجاد کنین. خب با استفاده از همین ویژگی هستش که بسیاری از دانشگاه‌ها تا اونجا که من میدونم در دنیا مشغول هستن و میخوان تول باکس های جدید رو روی این نرم افزار پیاده سازی کنن و با استفاده از فروش اون به عنوان یک بُعد مادی استفاده میکنن. و آخرین ویژگی که من در اینجا آوردم این هستش که این نرم افزار قابلیت وصل شدن به اکثر نرم افزارهای دیگر و جهت پردازش بهتر اطلاعات داره. خب حالا بعد از معرفی نرم افزار مطلب نوبت میرسه به سیمولینگ، که طبق تعریفی که ما در اینجا از سیمولینگ داریم به این صورت هستش که سیمولینگ یک تول باکس یا جعبه افزار یا پک نرم افزاری موجود در نرم افزار مطلب هستش که جهت مدل کردن، شبیه سازی و آنالیز سیستم های دینامیکی از طریق طراحی گرافیکی از اون استفاده میشه. در واقع مهمترین تفاوت و تمایزی که بین سیمولینگ و مطلب وجود داره این هستش که سیمولینگ به جای اینکه به صورت مستقیم با کدها سیستم شما رو شبیه سازی کنه، با استفاده از طراحی گرافیکی این کار رو انجام میده. یعنی یک سری بلوک ها یا یک سری ابزارهای گرافیکی رو در دست شما میذاره تا شما با استفاده از اون سیستمتون رو شبیه سازی کنید. ولی در واقع اساس کار سیمولینگ و مطلب یکی هستش. یعنی در مطلب شما به صورت مستقیم کدها رو می نویسین، ولی در سیمولینگ شما میان این بلوک ها رو میذارین، خود سیمولینگ میاد این بلوک ها رو به کد تبدیل میکنه و کدها رو حل میکنه. مهمترین ویژگی که سیمولینگ داره سازگاری کامل و امکان اتصال به زبان برنامه نویسی مطلب و سایر بسته های نرم افزاری و تول باکس های مبتنی بر مطلب هستش. این یعنی که شما در هر کاری که میخواین انجام بدین در ابتدا باید بگردین ببینین که آیا سیمولینگ راجع به اون مسئله شما بلوکی داره، آیا بلوکایی رو اختصاص داده، یعنی ابزارهای گرافیکی خاص اون کارایی شما رو داره. اگه داشت کسی بهتر، اگه نداشت شما این امکان رو دارین که از یک سری بلوک ها در سیمولینگ استفاده کنین و کد اون سیستم خودتون رو یا کد اون قسمتی رو که حالا بلوکش در سیمولینگ وجود نداره به صورت راحت بنویسین و سپس از همون کد در داخل خود سیمولینگ استفاده کنین و اونو متصل کنین به بلوک های دیگه موجود در سیمولینگ. خب با توجه به همین ویژگی میتونیم بگیم که حتی اگه امکان شبیه سازی سیستم به خصوصی در سیمولینگ وجود نداشته باشه، به واسطه قدرت برنامه نویسی مطلب امکان ایجاد و شبیه سازی آن وجود خواهد داشت. خب با توجه به این تعریفی که ارائه دادیم و همونطور که شما میدونین کار کردن با بلوک‌ها شاید برای خیلی ها، برای اکثر دانشجوها حالا راحت تر باشه از کار کردن با کد. خیلی هاتون میخوان از کد فرار کنن در راز با شبیه‌سازی سیستم هاشون. به واسطه همین هستش که ما میتونیم بگیم نرم افزار مطلب تقریبا بسیار از شهرت خودش رو مدیون همین قسمت سیمولینگ، همین تول باکس یا جعبه ابزاری، حالا بگیم نرم افزار سیمولینگ هستش که در داخل خود مطلب وجود داره. مهمترین کاربردهایی که سیمولینگ داره به این صورت هستن که میبینین. من اینجا باز میگم که یک تعدادی از کارایی‌های کاربردهای مربوط به سیمولینگ رو آوردم. من یعنی کاربردهای سیمولینگ باز خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که ما اینجا نشون میدیم. ولی خب یه تعدادیشون رو اینجا که آوردیم
مثلا در اولین کاربردی که داره پیاده سازی و شبیه سازی سیستم های استاتیک هستش که بعدا این سیستم ها خدمت شما معرفی خواهند شد. بعد پیاده سازی مدل های دینامیکی با استفاده از بلاک ست های مشترک و پایه، شبیه سازی تحلیل و پیاده سازی سیستم های کنترل که این مسئله برای مهندسین برق بسیار بسیار میتونه مهم باشه، شبیه سازی سیستم های الکتریکی در قالب مدل های فیزیکی، شبیه سازی مدارهای الکترونیکی و مدارهای فرکانس بالا، شبیه سازی سیستم های قدرت و ماشین های الکتریکی، شبیه سازی انواع سیستم های مکانیکی در قالب مدل های فیزیکی، باز کاربرد دیگر شبیه سازی سیستم های الکترومکانیکی و دیگر کاربردهایی که داره شما میتونید در اینجا اونها رو ببینین. من به خاطر زمان از گفتن تک تک اونها صرف نظر میکنم و در این فیلم آموزشی ما تبدو وجهه تبدو وجهه